برای گفتگو همراه هستیم با دکتر کامیار علایی از کالیفرنیا. آقای دکتر علایی، از امروز شنبه قراره که محدودیت‌های کرونایی جدیدی در شهرهایی با وضعیت قرمز و نارنجی در ایران به اجرا در بیاد. چقدر میتونن به بهبود وضعیت کمک کنند این مقررات تازه؟ من خدمت شما و همه بینندگان عزیز سلام عرض میکنم. در واقع این حداقل کاریه که میتونن انجام بدن و کاریه که باید ماها پیش انجام میدادن که متاسفانه ندادن. حتی در چند هفته گذشته ما دیدیم که دائم یک نفر میگفت که این کار میشه، یه نفر دیگه اینو نقض میکرد. امیدوارم یک بار برای همیشه با توجه به تجربه ناموفق 9 ماه گذشته بیان یک سیستم جامعی رو اتخاذ کنن که واقعا این به قول معروف تا حد المقدور این رفت و آمدها و این ترددها رو کاهش بدن برای حداقل 2 هفته، ولی ممکنه تا 4 هفته هم طول بکشه، و با این وضعیت ببینن که آیا میزان ابتلا و مرگ و میر کاهش پیدا میکنه و بعد بیان قدمهای بعدی رو در واقع اتخاذ کنن. خب از سوی دیگه سعید نمکی وزیر بهداشت ضمن انتقاد شدید از تحقیقات سلامت در کشور گفته که تمام پیشبینی‌ها و تخمین‌هایی که درباره کرونا دریافت کرده اشتباه بوده. پس از 9 ماه از شیوع کرونا در کشور چه معنایی میتونه داشته باشه این سخنان؟ جای بحثی تأسفه، چون همونطوری که میدونید همون 9 ماه پیش هم خیلی از کارشناسان در واقع ابراز نگرانی کردیم. عدم سیاست‌گذاری‌های درست باعث بدتر شدن وضعیت میشه، اما از همون موقع اومدن گفتن اینا سیاه‌نمایی هستن و اومدن بر علیه ما و بعضی از کارشناسا برنامه‌های درست کردن و دائم اومدن هر چند وقت یک بار در واقع واقعیت رو جور دیگه توجیه کردن و گفتن اروپایی‌ها به ما تماس گرفتن یا ما یک وسیله درست کردیم که میتونه ویروس رو از 100 متری تشخیص بده، و بعد گذر زمان نشون داد که همه اینها پایه علمی نداره. و جای تأسفه که بعد از 9 ماه وزیر بهداشت که مسئولیت مستقیم بر عهده اون هست، به جای اینکه خودش رو در واقع زیر سوال ببره، میاد مسئولیت رو به گردن کارشناسایی میذاره که کارشناسان بسیار دلسوزی هستند و متاسفانه به توصیه اونها هیچ وقت گوش داده نمیشد. به خاطر همین شانه خالی کردن از این مسئولیت و انداختنش بعد از 9 ماه به گردن دیگران متاسفانه کار درستی نیست و قیمتش هم به قیمت جان انسان ها تمام شد. خب سری هم بزنیم به اروپا. مدیر منطقه اروپا در سازمان بهداشت جهانی گفته که در این قاره در هر 17 ثانیه یک نفر جان خودش رو بر اثر ابتلا به ویروس کرونا از دست میده. وضعیت شیوع این ویروس رو در اروپا چگونه ارزیابی میکنید؟ بله، همونطوری که پیش بینی میشد که با رفتن به فصل پاییز و زمستان وضعیت بدتر میشه، چون به خاطر در واقع کاهش خشکی هوا ویروس بیشتر در هوا معلق میمونه و مردم بیشتر ترجیح میدن در فضاهای سربسته‌ای باشن. به خاطر همین شیوع افزایش پیدا کرد و در کنارش تغییر ژنتیکی ویروس هم باعث شده که میزان شدتش بالاتر بره، و همین مسئله باعث شده که در هفته‌های اخیر ما افزایش بسیار زیادی در میزان ابتلا و حتی مرگ و میر رو داریم در خیلی از کشورهای اروپایی و حتی انگلستان و حتی در آمریکا هم. دو روز پیش ما بیشترین موارد ابتلا در یک روز و مرگ و میر رو داشتیم، و این نشون میده که آینده ناخوشایندیه و حداقل تا 1-2 ماه آینده که واکسن بتونه در دسترس قرار بگیره ما همچنان وضعیت بحرانی رو خواهیم داشت. سپاسگزارم دکتر کامیار علایی از اینکه با ما همراه بودید. منم از شما تشکر میکنم، سعادتی بود که شما رو دیدم.